مردم عزیز ایران سلام، عرض ادب و ارادت. امیدوارم که ساعت و لحظات خوبی در انتظارتون باشه. مردم دلاور ایران که این روزها کارستانی به راه انداختن و مطمئنم این کارزار بزرگی که جوانان ایران این دهه 80 به بعدی ها دارن انجام میدن قطعا به ثمر می نشینه. یعنی مطمئنن این رژیم فاسد اسلامی به زبالدان تاریخ خواهد رفت و مردم ایران نتایج شگرف تلاش خودشون رو قطعا خواهند گرفت و این آه میلیون ها ایرانی این نظام رو قطع به یقین مطمئن باشید میگیره. میخوام درباره افرادی براتون صحبت بکنم که همش هر روز داره میگیم علی کریم اسطوره، قهرمان، مارادونای مردم ایران، کسی که این روزها فوق العاده داره کار میکنه. میخوام در مورد حالا نفراتی صحبت بکنم که برعکس علی کریمی هستن. یکی از اونها خداداد عزیزی است، یه زمانی غزال تیزپای فوتبال ایران بود، امروز هم پیاله و هم کاسه شده با سردارانی که دستشون تا آرنج به خون مردم ایران آغشته است. ایشون دل سوخته برای مردم ایران نداره. هر زمانی که صحبت از تیم ملی فوتبال ایران، اسکوچیش دل سوخته واسه اسکوچیش به افراد دیگه نداره و انتقاد از کارلوس کیروش. ایشون به دنبال زد و بندهای خودش هست. اگرم دیگه اسکوچیش دفاع میاد به خاطر اون میخواد سفر کاناداشو بره که حالا نشد، حضور در جام جهانی با تیم ملی و لفت و لیسایی که با حمید استری و دوستان دیگه‌اش داره. و یعنی مطمئن باشه هیچ دل سوختی و نه برای فوتبال ایران داره نه برای مردم ایران. آقای عزیزی، خب شما تا زمانی که با سردار محمد باشه حکم مشاوره ازش بگیری در مناطق آزاد، این همه میلیاردها تومان پول و ثروت اونجا ریخته و با سردار محمد و دوستانش هم پیاله بشی، قطعا یه وقت نمی‌کنی واسه مردم ایران بتونی مطلب بنویسی، دلسوزی بکنی، محکوم بکنی این کشتار وحشیانه سرداران سپاه این رژیم رو. آقای عزیزی، من واقعا برات متاسفم. یعنی خود علی کریمی با اون رشادت، با اون حماسه سازی اومده وسط و خودش و همه زندگیشو گذاشته در اختیار مردم ایران. شما همه چیز رو برعکس در اختیار سرداران سپاه و این زالو صفتانی گذاشتی که امروزها خونشون خون مردم ایران دارن میمکن. حضور دارید در مناطق آزاد، میلیاردها تومان ثروت در اختیار سرداران سپاه و شما اونجا حضور داری و مطمئنا دارید سوء استفاده های خودتون برید. بر همگان پوشیده نیست که شما اگه الان بیان صحبت بکنن افراد مختلف، شد زندگی فضاحتبار و کثیفی داشتید شما که از آلمان شروع شد و باشگاه پاس و جاهای دیگه تا ارا ماشاءالله و تیمهایی که شما چقدر نابود نکردید، تیمهایی که به دست سرمربیگری شما و دوستانتون این روزها اصلا اسمی ازشون دیگه نیست. ادامه بده به این لفت و لیس ها با سردار محمد و سرداران دیگه سپاه. امیدوارم که موفق باشی. حکمه بسیار خوبی هم که گرفتی از سردار محمد، نشون میده پشت کردی به ملت ایران. و آقای عزیزی، هر چقدر علی کریمی امروز اسطوره و قهرمان ملت ایرانه، شما دقیقا برعکس اون و یه شیادی هستید که مردم ایران کاملا شماها رو شناختن. هیچ دل سوخته واسه مردم ایران نداره برای فوتبال ایران، فقط دنبال این هستی که جیبتون رو پر بکنید، سوء استفادهاتون رو انجام بدید و به ریش مردم ایران بخندید. اما مطمئن باشید این مردم ایران هستن که دست بالا رو دارن و شما و دوستان سوء استفاده گرتون رو به زباله‌دان خواهند انداخت. یکی از دوستان امروز مطلب خوبی نوشته بود، ما شنیده بودیم از جهان پهلوان تختی، اما امروز داریم میبینیم از جهان پهلوان علی کریمی. علی کریمی اسطوره هستی، دمت گرم. امیدوارم همیشه موفق و پیروز و کنار مردم ایران باشی که قطعا این اتفاق خواهد افتاد. آقای عزیزی، آقای استیلی و دوستانی که قشنگ نشستی سر سفره سپاه و سرداران دوست داشتنی خودتون، به این لفت و لیس ها ادامه بدید، ببینید در نهایت کی برنده این مسابقه میشه. شما گل به خودی زدی و موفقم باشی. خدا نگهدار.